اگر ما رویاهای زندگیمون رو نسبت به کارمون تحصیلاتمون ازدواجمون درآمدمون به رویای اصلی در حضور خدا که کامل شدن هستش گره بزنیم هرگز رویاهای زندگی زمینی ما آسیب نخواهد خورد هرگز چرا که میدونیم توی رویای اصلی دست خدا با ما هستش و حفاظت خدا با ما هستش که آن رویاهایی که به اصطلاح دنیوی میدونیم حالا هر آنچه که میتونه صدای معنویت مانند تحصیل داشته باشه نیز خدا اون رو حفظ خواهد کرد و من رو حمایت میکنه چرا که اگر بی توجه باشم همه ما به نوعی ترد شدن رو تجربه کردیم کسی از ترد شدن رو تجربه نکرده باشه در ما؟ من فکر نمی کنم. از دوران کودکی بوده دوستانی ما رو ترک کردن بزرگ شدیم عزیزانی ما رو ترک کردن یا حس ترد شدن داشتیم و یکی از بدترین تجربیات ترد شدن هست آدم و هوا در باغ عدن این احساس رو داشتم و این حس به ما رسید اما بدتر از همه میدونید چیه؟ اینه که ما خودمون خودمون رو ترد میکنیم و ما هستیم رؤیاهامون رو ترد میکنیم